درود محمد تماسبی هستم امروز میخوام خیلی بی مقدمه برم سر اصل مطلب و از یا سطر صحبت بکنم هر کس که توی محیط بیت کوین ایران هست توی جامعه بیت کوین ایران هست محال هست که اسم زیا به گوشش نخورده باشه زیا دو بار مهمون برنامه بوده آشنایی من باهاش از طریق ویدیوهای آموزشی بود که داشت که همه اینها رو بدون هیچ چشم داشت مالی روی اینترنت میگذاره و متاسفانه چند روز پیش خبردار شدیم که زیا نزدیک به حالا 20 روز قبل از زمانی که خبردار شدیم متاسفانه دستگیر شده مدتها این واقعه در سکوت خبری کامل بود و بعد که متوجه این قضیه شدیم، حمایت خودمون رو از زیا اعلام کردیم. و این حمایت به خاطر شهرتی که زیا داره و زحمت‌های زیادی که کشیده، هم در جامعه ایران و هم در میان انگلیسی زبان‌ها از یک حمایت جهانی هم برخوردار شد و بسیاری از بیت معروف جهان هم از اون حمایت کردند. میدونید که خیلی وقت هست که قسمت جدیدی رو بیرون ندادم چون که دل و دماغ کار نبوده و اصلا فضای اون نبوده که کاری رو بیرون بدیم چه در زمینی بیت کوین چه در زمینی رژیم غذایی و کلا یک ماجرای بی رفت می میشد چیزی شبیه صفحه حسن ریوندی میشد که انگار این آدم اصلا توی ایران زندگی نمیکنه درسته ما توی ایران نیستیم ولی برخلاف اون کسی که گفت هر کسی دوست نداره از اینجا جمع کنه بره اینجوری نیست که از ایران بریم و همه چیزها هم با اون همه این گذشته‌ها فراموش بشه همه اون ارتباطات قطع بشه هر جای دنیا که باشیم عزیزانی داریم دوستانی داریم که برامون اهمیت دارن و اون دوستان ممکن از یک خا... خاک خاص باشن و یک قضیه غیر انسانی هست که اگر اونها به دردی دچار هستن ما هم به اون درد دچار نباشیم برحال بر حال بنی آدم اعضای یک پیکرند البته تاکید بر بنی آدم توی این مدت قبل از حالا شروع اعتراضات با بچه های بیتگاید سیناو و آرکی چند قسمت پر کرده بودیم و این قسمت ها نسبتا آماده انتشار بودن همه ادیت ها انجام شده بود بعد قتل محسا امینی رخ داد و اعتراض های پس از اون و دیگه انتشار اون قسمت ها معنایی نداشت و توی پادکست خودم هم گرداتش هم قسمت جدیدی ارائه ندادم و دلیلش هم مشخصه دوباره برمیگردیم به موضوع اصلی زیا که زیا عامل آشنایی من و عامل ارتباط من با بیت کوینر هایی بود که در فضای فارسی فعالیت میکردن اولین فردی بود توی فضای فارسی بیت کوین که حاضر شد مهمون پادکست بشه و در پی اون دوستی هایی رقم خورد که توی اون گروه های دوستی مثلا با بچه های بیت هم وقتی که صحبت میکردیم دیدیم که تک تک ما به لطف زیا با هم آشنا شدیم من متاسفانه زیا رو از نزدیک ندیدم اما اون رو یک دوست میدونم و اهمیتی که داره این فرد برای من اینه که خیلی برای جامعه بیت کوین ایران بدون هیچ چشم داشت زحمت کشیده خود من بسیار بسیار از اون یاد گرفتم و مهمتر از اون نقطه ورودی بوده به فضایی که دوستان بسیار همفکری رو پیدا کردیم به پاس اون زحمات و برای اعلام و همبستگی بازی ها لازم دیدم که هرچه زودتر این پیام رو ضبط بکنم و این خواسته رو بیان بکنم که زیاست رو آزاد کنیم